نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز پنجشنبه 16 صفر سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با جایز بودن به جا آوردن زیارت اربعین در چند روز قبل و یا چند روز بعد از روز اربعین فرمودند، اگرچه این مسئله اجماعی نیست، اما از دهها جزئیات متعدده چه در روایات و چه در فتاوای اعاظم فقها در موارد مختلف میتوان کبرای کلی برداشت کرد که در تمام مستحبات توسعه وجود دارد و این مسئله فقط در مورد مستحب خاصی نیست، بلکه بر اساس فهم عدم خصوصیت است. معظم الله با تاکید بر اینکه زیارت به معنای حضور است فرمودند، فقط در مورد معصومین علیهم السلام استثناء زیارت از راه دور به خاطر ادله زیارت محسوب می شود، وگرنه اسم آن زیارت نیست. ایشان در ادامه فرمودند، چون در مستحبات برای کسی که معذور است چه از لحاظ مکان و چه زمان به قدری که ارتکاز متشرع میپذیرد توسعه قائل شدند، لذا در صورت عذر، مثلا زمانی که ازدحام جمعیت زیاد است و امکان حضور در حرم مطهر نیست، زیارت از فاصله دورتر اشکال ندارد و همچنین تا چند روز قبل و بعد از لحاظ زمانی بلا مانع است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. سلام علیکم. بله. بله. هر کدوم از این مزارای اهل بیت علیهم السلام رفت، اطلاقات روایات اون مزار میگیرتش. این هم ثواب زیارت حضرت رضا علیه السلام بهش میدن، هم حضرت معصومه علیه السلام، هم نجف اشرف رفت زیارت امیر المؤمنین صلوات الله علیه، همش گیرش میاد. کربلا بله بله بله، هم این آیه شریفه، هم روایاتی که داره، همش شاملش میشه. وقت یکی یا ده تا نیست، مجموعاً یه جای آدم حساب کنه، یشرف الفقیه علی الاطمینان به اینکه مطلقا در مستحبات توسعه هست، مگه یک حدی از توسعه که ارتکاز متشرعه برخلافش باشه اونو نمیگیم، نه، چون ارتکاز متشرعه را قبول داریم. اما اگر نه، همه مسایکش هم زیارت اربعینه، حالا نمیتونه خود اربعین زیارت کنه، چند روز قبلش یا چند روز بعدش میره، چه گیری داره؟ بگیم توسعه زمانی هست، توسعه مکانی هست. یعنی اینکه آمد کربلا، روز اربعین اومد کربلا، آخه زیارت یعنی حضور، یعنی بره پیش ذریح، بره تو حرم. نتونست بله، نفس تنگ داشت، مریض بود، تو همون صحن زیارت کرد یا بیرون صحن زیارت کرد. چرا صدق نکنه؟ توسعه مکانی، توسعه زمانی.